دولت فرانسه در جدیدترین اقدام ضد اسلامی خود 400 شرکت متعلق به مسلمانان در این کشور را پلمپ کرده و آنان را از ادامه فعالیت منع کرد در حالی که نمایندگان فرانسه نیز روز سه شنبه هفته گذشته درباره پیشنویس لایحه ضد افرادگرایی اسلامی رأیگیری کردند به گزارش شیه ویوز اخبار شیان جهان نیروهای وابسته به وزارت کشور فرانسه در جدیدترین اقدام ضد اسلامی خود 400 شرکت متعلق به مسلمانان در این کشور را پلم کرده و آنان را از ادامه فعالیت من کردند در همین راستا وبسایت فرانسوی مدیا پارت ضمن اعلام این خبر با انتشار گزارشی در مورد این رفتار ضد حقوق بشری نوشت پولومپ این 400 شرکت از مجموع 18 هزار شرکتی صورت گرفت که توسط وزارت کشور فرانسه مورد بازرسی و بررسی قرار گرفتن در ادامه این گزارش آمده وزارت کشور فرانسه به اداره مقابل با جدای طلبان در ژانویه 2020 میلادی مأموریت داد که بازرسی و بررسی شرکت های متعلق به مسلمانان در فرانسه را آغاز کند و با شدت در این موضوع انجام وظیفه کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دولت فرانسه در سال جدید میلادی نه تنها از اقدام نجات پرستانه خود علیه مسلمانان نکاسته بلکه روز به روز بر رفتارهای ضد حقوق بشری خود می افزاید. در جدیدترین اقدام ضد اسلامی دولت فرانسه 400 شرکت متعلق به مسلمانان در این کشور پولومب و از ادامه فعالیت من شدند. بر اساس اخبار و اطلاعات دریافتی ما وزارت کشور فرانسه به اداره مقابله با جدایی طلبان اعلام کرده بود که با هدف مبارزه با گرایی دینی قرار است این شرکت ها مورد بازرسی قرار گیرند لذا باید هر گونه سند و مدرکی قانونی که موجب پلم شدن این شرکت ها می گردد جمع آوری شده تا تحت عنوان مخالفت در قوانین وزارت کار به دادگاه ارائه و حکم پلمپ این شرکت ها صادر شود. وبسایت فرانسوی مدیا پارت در این بار نوشت به اعتقاد وکلای دادگستری و کارشناسان مسائل حقوقی و قانونی فرانسه سندسازی با هدف ایجاد زمینه پلمپ کردن این شرکتها، اقدامی مخالف قوانین ملی فرانسه به شمار می رود و رفتاری است بر خلاف توافق نامه کار که در سال 1947 میلادی در فرانسه صادر شده. در همین حال اتحادیه کار و کارگران فرانسه نیز با صدور بیانیه ای این اقدام دولت فرانسه را مخالف قوانین کار عنوان کرد و آن را رفتاری برای مورد حمله قرار دادن مسلمانان دانست. در همین راستا خانم فالیری لاپاتوت دبیر ملی اتحادیه کار و کارگران فرانسه گفت رفتاری که اداره مقابله با جدایی طلبان مرتکب است استقلال کاری این شرکت ها را زیر سوال برده و ما آن را سوء استفاده از قدرت حاکمیت می دانیم. وبسایت فرانسوی مدیا پارت همچنین با کارشناس حسابرسی اداره مقابله با جدایی طلبان گفتگویی در این باره انجام داد و گفت از ما خواسته شد که حتی به دلایل غیر مرتبط جلوی فعالیت این شرکت ها را بگیریم. به هر قیمتی شده آنها را پلمب کنیم این درخواست بسیار نگران کننده بود با این قانون ما را ملزم به اجرای این دستور نمی کرد اما اخلاق کاری ایجاب می کرد که دستورات ما فوق را بشنویم و اجرا کنیم لذا ناگزیر به انجام آن شدیم از سوی دیگر معترضان فرانسوی با تجمع در پاریس از دولت خواستند تا لایحه ضد افراط گرایی اسلامی را کنار بگذارد زیرا این قانون ضد مسلمانان است و آزادی مذهبی را نادیده میگیرد در همین راستا آسوشیتد پرس گزارش داد معترضان در پاریس خواستار کنار گذاشتن لایحه ریشه کردن گرایی اسلامی از طرف دولت فرانسه شدند که به گفته آنها میتواند آزادی مذهبی را نادیده بگیرد و همه مسلمانان را به مزنونان احتمالی تبدیل کند. گروهی از مسلمانان ضد نجات پرستان، چپگرایان و سایر گروه های فعال در حوالی برج ایفل تجمع کرده و خواستار لغو لایه ضد افرادگرایی اسلامی شدند. حدود 150 نفر از جمله مسلمانان و غیر مسلمانان در این اعتراض مسالمت آمیز شرکت کردند. این تجمع در حالی صورت گرفت که نمایندگان فرانسه روز سهشنبه گذشته درباره پیشنویس این قانون رایگیری کردن کردند که انتظار می رود در هر دو مجلس فرانسه تصویب شود. دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه معتقد است که این لایحه برای محافظت از ارزش های فرانسه مانند برابری جنسیتی، سکولاریسم و جلوگیری از ریشه دار کردن ایده های رادیکال و ایجاد خشونت است. تلاش مکرون برای تصویب این لایحه باعث شده برخی آن را به عنوان یک ترفند سیاسی برای جلب رای دهندگان محافظه کار و راست افراطی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه توصیف کنند.